بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوی. تربیت تنها در نظام های رسمی نیست، مثل مهد کودک، دبستان، راهنمایی، دبیرستان، بلکه گاهی تو جلسات مهمانی، اردویی، مسابقات، سوال و جواب، مقاله نویسی، تو کارهای حاشیه‌ای افراد خوب تربیت میشن. ما اگر خواستیم بچه‌هامونو تربیت کنیم، باید سعی کنیم که دو تا کار باید بکنیم. یکی باید مسئولین تشکل‌ها رو حفظ کنن، مثلا انجمن‌های اسلامی، بسیج، هلال احمر، گروه هایی که جمع میشن دست به کار میزنن، او تشکل ها رو حفظ کنن که اینها حرکتشون سالم باشه، و این بچه های تک تک خونه ها رو سعی کنیم وصلش کنیم به بچه های مسجد، به بچه های تو، هم تشکل ها رو حفظ کنیم و هم بچه ها رو بسپریم به این تشکل ها. بچه اگر بند به اون تشکل شد، از اون تشکل خط میگیره. پس ما باید تشکل ها رو حفظ کنیم. این مثل که ما خونه رو باید محکم بسازیم و خوب بسازیم، بعد هر چیزی که در معرض خطره تو همین جای محکم بذاریم. تشکل‌های اساسی که رهبر تشکل‌ها کیه، اهدافشون چیه، برنامه‌شون چیه. مسئولین رده بالا باید تشکل‌ها رو حفظ کنن و ما هم باید بچه‌هامون رو از خونه‌ها و کوچه‌ها وصلش کنیم به این تشکل‌ها. وگرنه آموزش پرورش با چند ساعت که معلم میاد سر کلاس، کتابی رو موظف درس بده، هم اتاق معینه، هم کتاب معینه، هم نمره معینه، هم زمان تحصیل، زمان امتحان، توی کارهای رسمی آموزش موفقه، اما پرورش و تربیت نیاز داره به کارهای دیگه. یه روایتی دیدم، کسانی که با برخورد مسلمان شدن بیش از کسانی که با استدلال مسلمان شدن. این مسئله مهمیه. گاهی یک ملاقات، یک برخورد طرف رو 180 درجه عوض میکنه. بنابراین باز حساب کنیم، بچه باش مشورت کنیم. فنظر ماذا ترا، حضرت ابراهیم با پسر 13 ساله خودش مشورت که گفت من یه همچه خوابی میبینم، فنظر نظریه بده، ماذا ترا، رأی تو چیه. بچه ها رو درگیر کنیم به کارهای خیر. روایتی داریم، اگر پول میخوای بدی به فقیر، صاف نده به فقیر، بده به بچه، بگو تو بده به فقیر. یعنی این انفاق را به یه نسل دیگه منتقل کن. شخصی بود وقتی میخواست بر حساب سال خمس و زکاتش خونه مرجع تقلید بده، بچه‌هاشو میبرد و بچه‌هاش میگفت من مقلد یاغه هستم، سال به سال حساب مالم میکنم، اگر زیاد اومد خمسشو 20 درصدشو میارم میدم به آقا، منم مردم شما مقلد هر که بودید این کارو بکنید. این مشورت کردن، انسان بچه‌شو با خودش ببره، با بچهش بازی کنه. حدیث داریم، من کان له سبیان فلیت سب یا سبا. کسی که بچه داره خودش هم بچه بشه، تو خونه با بچهش بازی کنه. بنابراین گفتگو با بچه، احوال پرسی از بچه، بازی با بچه. میخوام مثلا افطاری بدم، به بچه بگیم این پولو بگیر باش بریم جنس بخره، بعدم بگیم همشاگردات دعوت کن یه افطاری بده، که این افطاری دادن، یا برای امام حسین میخوایم روز عاشورا کاری بکنیم، به بچه‌م بگیم این پولو بگیر، میخوایم برای امام حسین خرج بدیم یا عزاداری بپا کنیم. اجمالاً منتظر یک کلاس و چهار تا کتاب نباشید. تربیت ها لابرای این گفتگوها و مراسم و مهمانی ها و اردوها و تشکل ها بچه شکل میگیره. ما باید رو این قصه تدبیر کنیم، فکر کنیم، طرح بدیم، ابتکار از خودمونشو بدیم.
تا بچه همون انشاءالله خوب تربیت بشه. السلام علیکم و رحمت الله.